در این جمع که شاعرانه هست در واقع، من اصل صحبتم رو با شعر آغاز کنم. من بر خورشیدی سفر می کنم که در هیچ دریایی غرق نشده است، و من بر موجی روان هستم که بر هیچ صخره‌ای نشکسته است. من در روزی خود را می‌یابم که تمام نشده نیست. من بر آوازی تکیه دارم که شیرین ترین آواز هاست. خیلی جاهای خانواده های ما رو دعوت میکنن، اینجور جاها زیاد تمایلی به خود نشون دادن نداریم، ولی در چنین شرایطی که موسیقی امروز ما هست، همچین مجالسی واقعا ارزشمنده. حتی برای من از جایزه گرمی با ارزشتر است برای من. الان مثلا فکر کنیم که در استرالیا یک جایزه جهانی میخوان بدن به یه سنتور نواز اونجا، خب در استرالیا، خب جایزه رو گرفته، خیلی خوب، اما داورانش آقای پشنگ کامکار بودن، استاد کیانی بودن، آقای نمیدونم مشکاتیان بودن، آقای چک، کدوم یک از این داورا ایشون رو انتخاب کردن به عنوان برنده جایزه جهانی؟ جایزه گرمی، من خیلی از شما عذر میخوام، من شرمنده شما هستم، ولی کسی که کمتر لباس پوشیده باشه برنده میشه. خب این چه ارزشی هنری داره برای اون نوازنده ایرانی که افتخار میکنه در فلان جا بدون وجود داور؟ اصلا کسی که ممکنه اون ساز رو هم نشناسه ولی میگن که اول شد. اینه که به این خاطر من میگم این هدایا برای من که دوستان هنرمند و ادیبان و شاعران بزرگی که به من دادن بسیار با ارزشتر هست. من یک چیزی میخوام بگم. در یک شهر کوچک ایران در سمندر یک مرد بزرگی به وجود میاد که در بارش کم صحبت شده، یعنی استاد حسن کامکار. واقعا یک چهره داغناک در موسیقی مملکت ما هست، یادگاری که به جا گذاشته با تربیت فرزندان هنرمندان، هنرمندش هر کدوم واقعا برای خودشون استادی هستن. الان به اندازه یک هنرستان، به اندازه یک دانشکده به این مملکت خدمت کرده. نتیجهش چی میشه؟ میشه هوشنگ کامکار. من مردم کرد و موسیقی کرد عاشقشون هستم، واقعا خیلی دوستشون دارم. افتخار میکنم که دو آهنگساز و موزیسین کرد زبان و موسیقی دوست دارن اکثرین من هستن، آقای شهاب ناظری و آقای کامکار. و آراشون رو رهبری کردم، چندین آثارشون رو رهبری کردم، واقعا بی نظیر هستن. واقعا تبریک میگم به شما و تشکر میکنم که امروز همچین بزرگ داشتی برای همچین فرد بزرگی انجام داری. واقعا محقق بزرگی هستین، آهنگساز بزرگی و از همه هست. از همه مهم تر از همه انسان خوبی هستیم. یکی از خاطرات خیلی شکوهمند و زیبایی که توی این 40 سال کار موسیقی داشتم، یه بخش خیلی مهمش با گروه کامکارا بوده. و این گروه که خود چه نظر موسیقی و من میگم بخصوص نظر اخلاقی واقعا نمونه هستن،
بسیار روزها و شبها و روزگاران خیلی زیبای رو چه در خارج از کشور چه در داخل با این گروه داشتم و امروز خیلی خوشحال هستم که به اصطلاح سعادت برای منم دستات بیام در خدمت شما و در بزرگ داشته یک موسیقیدان به بزرگ کشورمون استاد هوشنگ کامکار. خوشحالم که سالیان سال ارادت داشتم خدمت همه کامکارها، دوستای نزدیکی برای من بودن و هستند. آرزو دارم همین پیوندی که داشتند و دارند ادامه بدند و به جامعه موسیقی، به گنجینه موسیقی آثار بیشتری اضافه بکنند. شاید کامکار کسیست که در همه مسائل، مشکلات، چالش‌ها، مسائل، همه چیزهایی که پیش میاد جزو اولین کسانی است که قدم جلو میذاره، بعضی وقتا خودش پیشنهاد دهنده است و خودش سعی میکنه که در من و دوستان من هم انگیزه ایجاد بکنه و حرکت ایجاد بکنه. و حالا ویژگی‌های هنری ایشون که بسیار بالا و بالاست و من شایستگی ندارم که راجع به اون ویژگی ها صحبت بکنن، استادان عزیز سخن گفتن، ولی این ویژگی بسیار بسیار ممتازی است که در این مرد بزرگ هست و این بسیار بسیار ستودنیه. حضورش هم در شورای عالی خانه موسیقی در کنار استادان عزیز جناب استاد فخرالدینی عزیز که ریاست شورا هستند و عزیزان دیگر همیشه حضور مغتنمی بوده و از کسانی بوده که در این زمینه بسیار بسیار دغدغه من بوده و فکر میکنم که باید خیلی این رو ارج بنهیم و خیلی هوشمند کامکار رو به خاطر این ویژگیش بستاییم و تشویقش کنیم. استاد حسن کامکار روانشاد از 1325 تا فکر میکنم 1347 چه کرده. خانواده کامکار امروز دیگه یک خانواده نیست، یک خاندان بزرگ موسیقی در کشور هست که در طول تاریخ چند صد ساله و شاید چند هزار ساله موسیقی ایران کاملا بی‌سابقه است. یعنی امروز فکر میکنم 4 نسل با خود استاد حسن کامکار میشه، فکر میکنم 5 نسل دارن به کار موسیقی میپردازن. اگر خاندانی پیدا کردیم چکیده کارتر از خاندان بزرگ کامکارها، جامعه موسیقی کشور موظفه که هیچ جایزه عظیم به این خاندان تقدیم کنه. من هچ مطالعه کردم از اینکه 40 سال به موسیقی نوالی ایران با همچین موضوعی برخورد نکرده. دم همه خاندان کامکارها گرم. دلم میخواست در مراسم تجلیل از رفیق چندین و چند سالم هوشنگ کامکار شرکت کنم، ولی به خودشم گفتم حالت جسمانیم اجازه نمیده. هوشنگ مثل تمام برادر و خواهرش موسیقی رو اول نزد پدرش یاد گرفت، بعد به تهران اومد، کلاسای شبانه موسیقی رفت پلوی آقای حسین دهلوی، موزیسیان برجسته و درخشان ما که خدمت به موسیقی ایرانی خیلی کرده و خیلی هم شاگرد تربیت کرده.
هوشنگ بعد رفت دانشگاه تهران در رشته آهنگسازی شاگرد اول شد. بلافاصله رفت یه مدت کوتاهی ایتالیا بود، بعد رفت امریکا. در امریکا دوره آهنگسازی کامل دید. بعد هوشنگ یه تفاوتی که با موزیسیانای ما داره، به نظر من ما موزیسیانامون دو دسته هستن. یه عده هستن که صرفا موسیقی ایرانی رو میدونن و یه عده صرفا موسیقی غربی رو. هوشنگ از معدود آهنگسازای ما است که هر دوتا رو تسلط داره، یعنی هم موسیقی ایرانی رو میشناسه، هم دستگاه رو میشناسه و بعد سواد موسیقی غربی داره. اینش خیلی مهمه. خیلی ها هستن ادعاشو دارن ندارن، و یه صفت خیلی مهمی هم که داره، نه اهل جنجاله نه اهل مصاحبه هست و خیلی شاگرد تربیت کرده. الان بهتر از من میدونین، شاید مهمترین آموزشگاهی که در ایران درش تدریس موسیقی میشه آموزشگاه کامکارا هست که در واقع سرپرست و رهبرش هوشنگه. صفت دیگه که تو کارهای کامکار هست، آدم حس تکنیک نمی کنه درش، حس زیبایی می کنه که شنونده به راحتی میتونه بشنوه. حالا اسم نمیرم، خیلی هستن که براشون در مرتبه اول تکنیک مهمه ولی قابل شنیدن نیست. من هوشنگ بسیار ساده است، یعنی واقعا به نظر من این شعر سعدی که به ساده و ممتنه میگن، در این حال که به نظر ساده میرسه ولی عمق داره. و یه صفت دیگه که هوشنگ داره فراموش نکنم بگم، هوشنگ بسیار آشناست به شعر کهن فارسی و شعر معاصر، یعنی شعرهایی که برای مولوی از مولوی انتخاب کرده شگفت هستن. هوشنگ عزیز، فکر میکنم حق داشته باشم که پس از 40 سال دوستی و رفاقت تو را به نام کوچکت صدا کنم. بماند که عنوان استاد این روزها به قدری پیش پا افتاده و بیهوده مصرف میشود که شأن تو را عجل از آن میدانم. بدون هر گونه مجامله و تعارف، این را از افتخارات خودم میدانم که از نخستین کسانی بودم که قدر و ارزش هنر تو را شناختم، حتی پیش از آن که شاهکارهایت یکی پس از دیگری منتشر شوند و تمام ایرانی ها بدانند و مفتخر باشند که در زمان چه هنرمند خلاق و با ارزشی زندگی کرده و میکنند. جدای از هنرت که همچون آفتاب می درخشد، احترام من به تو بیش از هر چه به انسانیت، شرافت، نجابت و فروتنی توست. تو نمونه و سرمشق یک هنرمند و یک انسان کامل هست. پایدار و برقرار باش. در پایان اگر امروز این افتخار نصیب من شده، مدیون پدرم و همکاری برادرانم، استادانم و همسر مهربانم شهرزاد اسفرجلی که سالهای سال از تمام نوازنده هایی که بدون فقط به خاطر دوستی با من همکاری کردن ممنونم. خیلی متشکرم همه شما. سلام.